درود بر همه شما اعزان خوبان یه فایل صوتی منتشر شد که رادیو فردا گفت دسترسی رادیو فردا به یک فایل صوتی خیلی مهم آقا فایل صوتی چیه؟ صحبت های آقای جعفری فرمانده وقت گارد جاویدان همون سپای پاسداران با یک مقام اقتصادی همونجا داشتن با هم صحبت میکنن در مورد یک حالا یک پروژه یک بحث شرکتی بوده هلدینگ یاسی که همه اینا رو ما دو سه سال پیش میدونستیم یه فسادی انجام شده تو همه نهادها در همه دنیا همین چیزا وجود داره که اونجا جعفری میگه که آقا سردار جعفری بزرگ میگه که آقا این قضیه نباید چیز باشه یعنی چی آقا یه فسادی انجام شده جلوش باید گرفته بشه فلان اینا باید محکوم بشن اینا به دستور خود خامنه ای که اصلا سعید محمد هم در همین حوزه مأمورش کردن که بره مسائل خود بررسی کنه به دستور خود آقای عزت نشان خامنه ای بوده پادشاهی مملکت یعنی اصلا توسط خود سردان سپاهی اینا این فساد شناسایی شده و رادیو فردا میگه من دارم افشاگری میکنم تو غلط کردی خود اینا رفتن افشاگری کردن طرف همه افراد هم انداختن زندان اینا حالا این میخواد بیاد در حقیقت از آب گلالود ماهی بگیره اتمام فایل صوتی رو اگه با دقت نگاه کنی نشان دهنده از پاکی سپاه پاسدارانه خیلی نکته مهمیه من حالا این در حقیقت سرصدایی که شورینا ما یه برنامه داشتیم بخشی از صحبت های سردا جعفری هم گذاشتیم گوش کردیم ولی الان آقای زویلا خدایان آقای زویلا خدایان سخنگوی قوه قضاییه است اومد یه چند دقیقه در مورد این فایل اظهار نظر کرد فارغ از اینکه ما در مورد این فایل صحبت کردیم حرفا رو زدیم شن... گفتنیا گفته شد شنیدنیا شنیده شد اما دوست داشتن صحبت های آقای زبیل الله و... اه... که در حقیقت سخنگو اه... قوه قضایی زبیل الله که سخنگوی قوه قضایی هست با هم یک بار دیگه گوش کنیم که در همین هفته بیان کردند که جالب بود واقعا با هم گوش میکنیم. خب، استظار دارید که این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده همین فایل سالها قبل مطرح شد خب حتی قبل از انتشار این فایل صوتی در چند سال قبل مسئولین محترم سپا و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی درون سپا به این موضوع ورود کرده بودند. نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سوء استفاده هایی کرده بودند در همون زمان اقدام شد پیگیری جدی صورت گرفت و با کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح اون افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با افراد مسکور صورت گرفتنی مرتکبین جرائمی, جرائمی, که در اون پرونده مطرح بودن نسبت به سایر پرونده ها هم قاطع تر بود و هم شدید تر این خیلی نکته مهمیه میگه نسبت پرونده های فساد برخوردی که ما با فاسدانی که در سپای پاسداران کارهایی کرده بودن برخورد ما تندتر بوده خب باید این باشه و اگه یک دزدی دزدی میکنه به اسم خودش دزدی میکنه اگه یک نفری اگه در سپاه پاسداران یک دزدی بکنه این داره نهاد زیر سوال میبره و ما توجه به این همه دشمنی هم که مملکت ما داره که دشمنان قسم خورده و موضوع خبرنگاران عرصه رسانه هستن بایستی خیلی حواس ها بیشتر جمع بشه و ایشون به عنوان سخنگوی قوه قضایی میگه آقا ما برخوردها سنگینتری انجام دادیم با اینا و این واقعیته یعنی بی سر و صدا بدی که بخوام پروپاگاندا کنن تمام فاسدان دستکشان یکیشون که اومده بود سوئد نه برای معالجه بچهش اینا اومده بود سوئد چرا اومده سوئد سوئد خودش به ماها وقت نمیده بخاطر یه داستانی اگه کسی مریض بشه اومده بود سوئد بعد از سوئد برش گردوندن برش گردوندن محاکمه شد زندان رفت رد مال شدن الان خیلیشون دارن محکومیتشون رو یعنی آدم تعجب میکنه این یه جوری بعضی از صحبت می‌کنن انگار مثلا فساد در بابا تمام این نهادهای دولتی در دنیای غرب توشون فسادها وجود داره بابا روزی ده بار هزار بار میام می‌نویسن در کشوری که من دارم زندگی می‌کنم پادشاه قبلیش به خاطر یک سری بحثایی که وجود داشت الان بلند شده رفته امارات داره زندگی میکنه اینا بحثاییه که دیگه داریم می‌بینیم دیگه به طوری که بعضی از متهمانی که در این پرونده مطرح بودن در تمام دوران رسیدگی به پرونده بازداشت بودن و اخیرا هم این افراد به اشد مجازات محکوم شدند که من به مجازات این افراد اشاره می کنم یکی از افرادی که در همین فایل صوتی هم مطرح شده بود و سوء استفاده هایی رو داشتن ایسا شریفی منش است این شخص حدود قریب به چهار سال در دوران رسیدگی به این پرونده همش در بازداشت بودن و با قرار تامین آزاد نبودن و حکمی که در مورد این شخص به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی صادر شده این شخص محکوم شده به 20 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی فهمیدید 20 سال حبس تعزیری نه تعلیقی حبس تعزیری یعنی باید بری بکشی حبس تعلیقی یعنی میگن آقا فلان سال مثلا 20 سال حبس تعلیقی تعلیقی یعنی چی یعنی الان آزادی ولی اگه یک جرم دیگر انجام بدی بابت اون جرم هر چقدر حکم بگیری کاری نداریم ولی این 20 سالی که تعلیق داری این میاد رو اون جرمه و اینم باید بگه میاد رو محکومیتت ولی در مورد آقای عیسی شریفی منش که یکی یک از کسانی بودی که فسادی انجام دادن 20 سال حبس تعزیری و رد مال و غیره اینا یعنی چی رد مال یعنی اگه ایشون نتونه رد مال کنه اولا رد مال یعنی میرن تمام خونه زندگیشو مصادره میکنن و اگر نتونه رد مال کنه بعد از اون 20 سال حبس تعزیری هم احتمالا بعد همچنان در زندان مهمان, مهمان زندان باشه به هر حال یعنی شما حکم سنگین برای یه سپاهی گذاشته حالا کسی که حالا که نبوده همکاری میکرده در بخش اقتصادی 20 سال حکم گرفته کی این کارو کرده به دستور ایزد نشان خامنه ای رفتن فساد رو بررسی کرده خود سردار جعفری اومده چیز کرده بعد حالا فایل صوتی اینا رو گذاشن که دارن پیگیری میکنن میگن فساد در سپا آقا فساد در سپا رو کی جلوش گرفته خود سپا شما چی میگید این هم حکمایی که گرفته بودن و تمام اموالی رو که این شخص از اون شرکت برداشت کرده بود حدود قریب به 500 میلیارد تومن کلیه اموال مسترد شدن معادل این اموال هم به جزای نقدی محکوم شده یکی دیگر از افرادی که در این پرونده مطرح هستن محسن سجادینیا هست که باز جرم ایشون سردست، سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی هست که به سی سال حبس سجاده نیه به سی سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده تازه رد مال ببین سی سال حبس رد مال و جزای نقدی تازه اون رد مالی که میدن تازه یه پولی هم خاطر جریمه نقدی الان داری یعنی یه همچین حکمهای سنگینی یه همچین حکمهای سنگینی اومدن بریدن و بعد یه عده میان شلوغ میکنن آ فساد اینه. حالا بذار ادامه صحبتشون داشته باشیم شخص دیگر به نام محمود خاکپور هست به جرم مشارکت در کلاهبرداری به پنج سال و نیم حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده همچنین آقای مسعود مهردادی به جرم تحصیل وجه از راه نامشروع به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی باز محکومیت پیدا کرده بنابراین برخوردی که سازمان قضای نیروهای مسلح با مرتکبین جرایم در این پرونده داشتن یک برخورد قاطع و شدید بوده خب این اتفاقی بود که میگن عدو میشه سبب خیر اتفاقا فایل صوتی که منتشر شد دال دیگری بر پاک سرشتی و کارهای درستی بود که در سپاه پاسداران اگه فساد یا بالاخره در هر نهادی وجود داره وجود داشته باشه خود نیاز نیستش که یه عده در خارج از کشور در رادیو فردا مزدور خبرنگاران رادیو فردا دخان حرف مف بزنن اگه اتفاقی بیفته خود حکومت این کارو میکنه خاک بر سر آقای رضا حقیقت نجات که خیلی دوزاری است یکی از کسایی بودی که اومدی پروپاگاندایی کردی تو این زمینه شماها رو ملت ایران شناختن و مسئله روشنه برحال دیدم یه جان بهش فشار اومده نوشته آره تو سن پترزبورگ دیده بودم بهش یه خورده بهش گفتم مزدور اسرائیل و اینا بهش برخورده بود بعد چیزی جلوی ما نگفت تو بود تو توییت نوشته بود آره رامیدانا اومده بود به من فوش داده فوش دادن ما هم دیگه باعث افتخار بعضیا شده یعنی خیلی جالبه من تو برنامه مثلا بعد وقتی که تیکه میندازم فوش میدیم مثلا فوش که نمیدیم تیکه میندازیم حسابی سزاوارشون رو میگیم چون ما اهل ناسزا نیستیم ناسزا گفتن تو شخصیت ما نیست ما سزاوار اینا رو میگیم چهار تا سزاوارشون رو میگیم بعد اینا میرن خوشحال میشن آقا امیدانا به من فوش داده امید به من فلان کرده یارو میره تو توییت به عنوان مزدور خبرنگار رادیو فردا آره امید به من حمله کرد خب یکی از افتخارات زندگیت باشه <applause> بقیه اینام هم همین دور دمتون گرم به هر حال قربتون برم شب و روزگار خوش همتون رو به مزه ایران میسپارم پاگنده ایران و بدرود در این شرایط جنگی که علیه کشورتون داره انجام میشه بدانید اول آخر به عنوان یک سرباز پشت کشورمون بعد وایسیم بدروت.